فیلم نویسنده مکس مارمولک و ورود آقایان ممنون. خوب بد جلف. با فیلم خوب بد جلف یک شروع جدیدی توی سینما داشتم بعد از یه توقف 7-8 ساله که بیشتر متمرکز توی تلویزیون بودم. با فیلم خوب بد جلف که اتفاقا یه شروع خیلی خوبی بود برای من، اومدم وارد سینما شدم. خوشبختانه خوب بد جلف فروخت و زوج من و پژمان که قبلا توی سریال پژمانم جواب داده بود مورد توجه مردم قرار گرفت. قبلا از سر فیلم برداری هم همیشه توی فضای مجازی توی صفحه خودم اعلام کرده بودم که یک کار متفاوتیه و با اختلاف از شماره یکش بهتره، ولی توی این چند جلسه که واسه صداگذاری و مسائل فنی فیلم رفتم و یه بخشایی از فیلمو دیدم، واقعا اینو به تعارف بهتون میگم، یعنی به نظر من فراتر از سینما ایرانه یه بخشی از کمدیش و خیلی با استانداردهای جهانی کمدی داره به نظر من رقابت میکنه و خیلی جذاب بود. ارتش سری انتخاب شد برای جشنواره فجر تو بخش مسابقه. بله؟ واقعا؟ جدا؟ بله درسته، تبریک. خبر اینجوری به آدم کلا دست بزن. واقعا میتونم بگم که توی اون چند صحنه که من دیدم خیلی اتفاق عجیبی بود. به نظر من مردم خیلی دوست خواهند داشت. خیلی. سام بچ. البته این خبر فعلا غیر رسمیه، بین خودمون بمونه. یادتون راحت باشه، لازم به تذکر نیست. بچه ها درس پیدا نکنه. یادتون راحت. ببین داداش، فیلم ما رفت جشنواره فجر. من متوجه نمیشم، فیلم ما که هنوز اصلا ساخته نشد. معمولا جزو فیلماییه که مردم دوست دارن، چون به هر حال فضای الان اجتماعی ما طوریه که مردم گرایش پیدا کردن به فیلم‌های کمدی و کارهایی که طنز توش باشه بخندن. کلن هم اگه بخواییم حساب کنین، تاریخ سینمای ما نشون داده که مردم اساسا یه فیلمایی رو دوست دارن که یا توش بخندن یا توش گریه کنن، یعنی که باید یکی از احساساتشون تحریک بشه، یعنی یا اینکه بخندن اینجوری خودشون خالی کنن یا اینکه گریه کنن اونجوری خودشون خالی کنن. من فکر میکنم که این چیزی که در مورد فیلم‌های کمدی میگن به لحاظ اعتباریه که مثلا خیلی کم پیش اومده که مثلا یک فیلم کمدی در جشنواره‌ای برای بازیگرا و عواملش اعتبار خلق بکنه، ولی بوده.